السلام علیکم داملای عزیز اکای حاجی مرزا مراد. من دو دخترچه دارم، آرزوی پسر را دارم. میخواهم به من یک دعا در روز مبارک دهید که من صاحب پسر به مثل خودتان علم دان شود. برادر عزتمند دعا میکنیم که پروردگار، اگرچه دخترم نعمت خداست، بچه هم نعمت خداست، مادامی که این بندت آرزو کرده از خدای ناامیدش نگردانی، فرزندهای نرینه نصیب و روزیش بگردانی و همه این فرزندها را پروردگار را براه راست هدایت بفرمایی. آمین و رب العالمین. مشو غمگین اگر دختر بزادی، شاعر میگه مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، و پیشش صد پسر محتاج گردد. ما و شما غمگین نشیم. بسیاری بچه های هست که امروز از زاییدن زنهاشون دختر، باور که یک گمراه دیگر قدیما رو پرو شدیم، زنش طلاق داده است برای که تو دختر زاییدی. این کس اون اولا عیب اونیست، او عیب اونیست. تو با قدرت خدای خود مسخره بازی میکنی یا مقابل میبرایی. و دختر زاییدن شما خرسند شید، این نعمتی خدا هست. در دختر شاعر میگد پیوسته شادی است. خدا بدهد اگر یک داماد خوب از بعضی بچه افلاس، اما داماد خوب اگر خدا نصیب کند اونم بهتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خواهش میکنم با همین سوالی من جواب گردانید. اللهم صل علی محمد و انزل المنزل مقربی عند یوم القیامت. خواهش میکنم تحلیل همین رو میفهمونید. ای باری خدایا بر محمد خود درود و رحمت بفرست و نازل بگردان ما را در منزلی که در منزلی قریبترین که در روز قیامت باشد و سوی تو. یعنی خدایا اولا درود و رحمتی تو در حق محمد صلی الله علیه وسلم، و در روز قیامت مرا در یک منزل جای بکن که قریب تو باشد. این همچنان معنا دارد. السلام علیکم داملای عزیز. میگوین که اگر شارتیک از زانو پایان باشد نماز خواندن ممکن است. اینا با ما پورا میفهموندین. یعنی سطر مرد از زیر ناف تا زیر زانو هست. اگر از این موضع زیر ناف تا زیر زانوی مرد، خواه پدرش، خواه مادرش، خواه رفیقش، خواه همسایش، خواه همسینفش، کسی نباشد، اگر بیند در این صورت همین انسان هر دو گناهگار میشود. با جز زن از زیر ناف تا زیر زانوی مرد هیچ کس حق ندارد که نظر کند. از این خاطر این موضع سطر هست. لیکن اگر ما و شما یگان نمودی بروکی داریم که از زانو پایان می پشاند، جایز است نماز خواندن. اگر از زانو پایان بپشاند جایز است، یعنی ترک فرض نمی شود. حتی که پیغمبر خدا چی میگد؟ میگوید که اسبال الازار من المخیل ولا يحب الله. بین حتی کشال کردن ایزاری که ما و شما از ساق بگیم کشالش میکنیم پایان تر، این خدا دوست میدارد. این ساقایی که ما و شما میبین انم قدر اگر برداشته بگردیم، این خداوند دوست میدارد. ولی ما و شما بیرون که نه برآمدیم نگاه نکردیم. از این خاطر برای ما و شما الحال اگر یکان برادر یک بروک بپوشد که همین ساقاش میتواند، ما و شما میگیم این دیوانه است. لیکن در اصل این پیروی سنت است. کسی میکند میلش در کوچه ها. الحال مثال ما و شما در اگرچه یعنی سختگیری نمیکنیم در این مسئله، لیکن در نماز اگر پاچه ها ما و شما بلند کنیم به خاطر آنی که سنت پیغمبر بجا بیاید، این بهتر و خوبتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس که از وفات خوجه خیزر کم ترک بر ما نقل میکرده. اینا موضوعی هستن که وقتگیر هستن. انشاءالله در باره خوجه خیزرم یعنی وفاتش گب میزنیم. با اکثر عقیده مفسرهای قرآن خوجه خیزر از دنیا گذشتگی هست.
حدیث پیغمبری خدا دلیل می شود اگر خوجه خیزر زنده می شد هر آینه رسول اکرم زیارت می کرد. لیکن مادام رسول الله گفتن که بر من زیارت نکرده است، از اینجا معلوم می شود که همین خیزرم از دنیا گذشت. خیزر در اصل وجود داشت. این قصهش در قرآن می گذرد با همراه حضرت موسی اون سه مسئله را که حل کرده بودن. ای خدا خواسته باشد انشاءالله جوابش می گیم بعد. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که همین سوال را پورا بر ما فهمونید. شخصی که بنیه کند و آمده نمازش را خواند، نمازش قبول است یا نه؟ یعنی یک آدم آبازی میکند در حمام یا در خانه، ما و شما آبازی میکنیم و یعنی در دوامش طهارت نمیکنیم، همون خودش طهارت است. اما وقتی ما و شما آبازی که کردیم، مقصد طهارت هم چی است؟ پاک کردن است. در حالتی با غسل این با بهترین وجه طاهر می شود. از این خاطر می تونیم با یک آبازی ما و شما آمده چکار کنیم؟ نماز مونم خواندن بگیریم. بعضی ملاهای هستن که قصیده می خواهند. آیا این درست است از نگاه شما؟ البته قصیده خواندن هیچ باکی ندارد. دعا خواندن در اسلام هست، وجود دارد. این به حدیث های پیغمبر خدا هست. رسول الله آیت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس می خواندن و بالای مردم شوف میکردن. از این خاطر خواندن دعاها بالای کدام بیماری نباشد هیچ باک ندارد، گناهکار نمیشد انسان. بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تو ما را در گذارد سود میبخشد یا نه؟ با احترام یک نفر مخلصی اشدی شما. اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که تماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است، لیکن اگر تماری باشد که در او مثال هست نقشه هست، نقشه از عددا می نویسند، این حتیان جایز نیست بلکه شرک است. همون کسی که تمار می نویسد آیت قرآن بنویسد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیت اگر در همون نسخه های تمار می نویسند و کسی را که برای شفا می دهند این جایز است، لیکن همون انسان عقیده نکند که من از همین تمار فایده دیدم. امروز اکثر شیخ ها زیر تمار هستند، زیرا مردم ما و شما عقیده میکنند که همین تمار از روزی که گرفتم همین کسل از وجود من دور شد. بین این خود عقیده غلط است. مثل که بعضی گمراه ها پیش مزار میروند و بعد یکی خدای مثال در تقدیر او کشید است و فرزندش میتد میگد که همین مزار در رفتم صاحب فرزند شدم، این هم مثل همون دارد. شما در نزد خدا در این صورت گناهکار میشید اگر بتوانید ترکش کنید، لیکن اگر بسیار دلتان قبول نکرد پیش یک داملا برین یک آیت قرآن را بنویسن بر شما بتن، اینش باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوالی من جواب دهید، تای پا را صابون کردن درست است یا نه؟ یعنی یک عقیده بوده است که اگر آدمی که همین زیر پاش اگر صابون میکرده است گویا که جنت برای او داخل شدن من بوده است. حالان که شما برادرای عزیز، امروز همین دستور اسلامی که الدین و نظافه، دین اسلام دین پاکیزه است. دین اسلام ما و شما فقط پاکیزگی را طلب میکند. پیغمبری خدا از دنیا چی را دوست داشتند؟ از سه چیزی که دوست داشتند یک تاش بوی خوب بود. پاکیزگی، بوی خوب، تازه گشتن، حلال گشتن، این دستور اسلام است که امروز تمام مردم غرب اینا قبول کردن گرفتن. ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما با همون لباس های چرکین و با همون بدن های بدبوی خودمان حرکت کرده میگردیم. باز فتوه را آوردیم در روز جمعه یا در روز چهارشنبه خفاوه و صابوناوه نکنن، هر روز بشویید، هر روز بدن هاتون را شسته کنید، در وجود شما از بوی چیز باقی نماند. زیرا رسول اکرم گفته است هر وقتایی که از بوی بدن شما کدام برادر شما اگر آزار یافت، هر آینه ملائکه ها هم از بوی بد آزار میابند، ملائکه ها در وجود شما قرار نمیگیرند. تای پاتا میشوی، بین پاتا میشوی، کجای را میشوی، صابون البته جایز است، هیچ باکی ندارد و روزم ندارد. حتی روز جمعه حدیث ابوبکر صدیق، کسی که روز جمعه با بدن شسته می آید گناه های او را خدا مغفرت میکند.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خطاب خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبری خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد.